همان گونه که اشاره شده بود، ستاره رگولوس به عنوان ستاره شکوه و اقبال پادشاهان ایرانی شناخته می شود و در عقاید فراماسونری هر کسی که این ستاره به وی مرتبط باشد به سرعت صاحب قدرت، شکوه و اقتدار فراوان خواهد شد. لکن بزرگترین دشمن ستاره رگولوس انتقام است. یعنی اگر صاحب ستاره رگولوس به فکر انتقام از دیگران بیفتد، به سرعت دچار فروپاشی و نابودی خواهد شد. همان گونه که قبلا نیز اشاره کردیم، ایلومیناتی و فراماسونری برنامه‌ای در دست دارد که در طی این برنامه آمریکا و سایر کشورهای بزرگ ماسونی باید دچار فروپاشی شوند تا نظم نوین جهانی به رهبری دجال در اورشلیم برقرار شود. در همین راستا بعد از دوره درخشش سیاسی و نظامی فراماسون مشهور صاحب ستاره رگولوس یعنی دونالد ترامپ، کم کم زمینه برای اضمحلال وی فراهم شده و با انواع روش‌ها و دلایل به ظاهر منطقی مانند استیضاح، مسائل اقتصادی، تبعات ناشی از بیماری کرونا و غیره، زمینه پذیرش فروپاشی آمریکا در عصر ترامپ در افکار عمومی جهان فراهم خواهد شد. لکن نکته مهم اینجاست که پس از تبرئه ظاهری ترامپ در مقوله استیضاح، در اخبار متعددی اعلام شده است که ترامپ قصد انتقام از مسببین استیضاح و افراد دخیل در ایراد اتهام به وی را دارد. به نظر می رسد که کلیدواژه ریونج یا انتقام از استیضاح کنندگان در رسانه های آمریکا به معنای ارسال سیگنال برای آغاز فروپاشی آمریکا خواهد بود. چرا که این فروپاشی قبل از آغاز معامله قرن و استقرار نظم نوین جهانی در اورشلیم یا بیت المقدس باید صورت گیرد. بنابراین به زودی ممکن است فرایندهای مرتبط با فروپاشی ایالات متحده آمریکا آغاز شده و سقوط شاخصهای اقتصادی، فروپاشی سیاسی و تضعیف نظامی آمریکا سرعت گیرد.